قیوم ذاکر، گرگ باراندیده یا گوسفند قربانی. قدرت نمایی قیوم ذاکر در کوهپایه های پنشیر. و نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. آمو روی برگه فیسبوکش نگاشته است. نویسنده رحمت الله نبیل. در یک سال گذشته و پس از مسلط شدن طالبان بر سرنوشت افغانستان، جنگ و مقاومت در پنچیر و اندرابها، در بغلان و برخی از نقاط دیگر کشور و ناکامی طالبان در مهار نمودن این هسته های مقاومت از یک سو و زیر پا گذاشتن تمام اصول پذیرفته شده بین المللی و وعده های داده شده طالبان در دوحه و ناکامی در ابعاد مختلف حکومتداری برخلاف توقعات و آرزوهای علاقات داخلی و خارجی و میان طالبان، نه تنها این که امارت طالبانی مشروعیت داخلی کسب نکرد، بلکه سبب ناامیدی بیشتر مردم افغانستان و جامعه بین المللی نیز شد. تغییرات اخیر مشمول تعیین ملا قیوم ذاکر برای مدیریت جنگ و مقاومت در شمال به ویژه اندرابها و پنچیر به همین منظور است. اما چرا ملا قیوم ذاکر را گرگ باراندیده طالبان باید گفت؟ ملا عبدالقیوم با شفر مخابره‌ای ذاکر که سپس به نام ملا عبدالقیوم ذاکر شهرت یافت، تقریبا 50 سال پیش در ولسوالی کجکی هلمند در یک خانواده مربوط به قوم علیزه که در جنوب هلمند یکی از اقوام مقتدر می باشد زاده شد. گفته می شود زمان کودکی و نوجوانیش را بیشتر در ولایت جوزجان سپری کرده است. بعد از پیوستن به طالبان در سنین جوانی با جمع نمودن شماری از جنگجویان از اقدام خود عازم جبهات ولایت های شمال گردید و با قساوت، جسارت و بلند پروازی که داشت به زودی در صفوف طالبان به شهرت رسید. او پس از ملا دادالا صفت درنده ترین فرمانده طالبان را از آن خود کرد. پس از تسلیمی به نیروهای ائتلاف بین المللی، تاریخ دقیق آن در دسترس نیست، سپری کردن زندان گوانتانامو، زندان پل چرخی و رهایی مشکوک، برگشت و دوباره به کویت و دوش گرفتن مسئولیت جبهات و راه اندازی جنگ های خونین در ولایت های هلمند و نیمروز بار دیگر مورد توجه رهبری طالبان قرار گرفت و تا موقف مسئول نظامی در شورای کویت ارتقا یافت. در آن مرحله رقابت های درون ساختاری وی با اختر محمد منصور که در آن زمان وی نیز سمت معاون امیرالمومنین طالبان یعنی ملا عمر را بر دوش داشت، در مورد تعیینات مسئولان جبهات و کنترل خط قاچاق مواد مخدر در ولایت‌های جنوب تازه آغاز گردیده بود. ملا قیوم ذاکر پس از مدتی با چند تن از سران طالبان در کویته پاکستان از سوی ISI گرفتار و از زندانی شد. دیگران در زندان پاکستان اسیر ماندند، ولی ذاکر به طور مشکوک بعد از مدتی از زندان رها شده و به حیث معاون نظامی یعنی مسئول کمیسیون نظامی شورای کویته تعیین گردید. در این حال گرفتاری ملا برادر سبب شد که ملا اختر منصور بیشتر از پیش قدرت را در چنگ گیرد. افزایش قدرت ملا منصور همزمان با گرفتاری ملا برادر قیوم ذاکر و شمار دیگر اثران طالبان از سوی پاکستان باعث شد تا شک و کینه وی نسبت به اختر منصور و دست داشتن وی در گرفتاری ها بیشتر شود. با رهایی صدر ابراهیم از زندان پاکستانی ها و ادای اشغال دوباره پست قبلیش به حمایت اختر منصور، سبب گسترش اختلافات در سطح رهبری شورای کویته طالبان شد، تا اینکه ملا قیوم ذاکر مجبور به استعفا شد و به هلمند برگشت و علایق خود را با شورای کویته کاهش داد. در سال 2015 زمانی که همهمه‌های ظهور داعش و فعالیت این گروه در افغانستان آغاز شد، شخص دیگری از قوم علیزایی های هلمند به نام ملا عبدالرؤوف خادم که در بین طالبان از شهرت خاصی برخوردار بود ظهور کرد. ملا خادم نیز مانند ملا قیوم ذاکر در گوانتانامو زندان را سپری کرده بود. او در گوانتانامو به سلفیگری گرایش پیدا کرد و روابط بسیار نزدیک با شماری از اعراب که با او زندانی بودند تأمین کرد. بر بنیاد اطلاعات پس از حاکمیت طالبان ایران تلاش داشت تا وی و صدر ابراهیم که نیز روابط نزدیک از گذشته با ایران تأمین کرده بود در پست‌های کلیدی امارت طالبان تقرر حاصل نمایند، اما مداخله حمید فیض رئیس ISI پاکستان این تقرری را برهم زد. پس از قهر کردن قیوم ذاکر و برگشت دوباره اش به هلمند، دوستان قیوم ذاکر در نهادهای دولت ایران زمینه‌سازی کردند تا قیوم ذاکر
شریک یکی از قراردادهای واردات تیل از ایران به افغانستان شود. این قراردادی از زمان نظام جمهوریت قرارداد واردات تیل به افغانستان را در اختیار دارد و شراکت قیوم زاکر در تجارت تیل تا امروز ادامه دارد. حالا سران طالبان در کابل از نفوذ روزافزون او در جنوب دچار تشویش شدند و از این رو در یک سال گذشته بارها به او مراجعه کردند، تا اینکه چند ماه پیش ملا برادر و ملا یعقوب به دیدار وی رفته و پیام ملا هیبت الله را به وی رساند. تنها پس از این دیدار بود که ملا قیوم زاکر به دیدار ملا هیبت الله رفت و از سوی او برای مهار و سرکوب جبهات مقاومت پنچیر و اندرابها توظیف شد. اکنون ملا هیبت الله به او وظیفه داده است تا وضعیت اندرابها و پنچیر را بررسی کرده و با پیشنهادهای مشخص نزد وی دوباره مراجعه کند. اینکه در بدل مهار یا سرکوب مقاومت برای او چه امتیازی در نظر گرفته شده است تا حال معلوم نیست. قیوم زاکر، گوسفند قربانی یا فاتح پنچیر و اندرابها دارای جغرافیای فوق‌العاده دشوار گذر، درههای اصلی و فرعی با سطح بلند است و مردمان این دو دره با امارات طالبان در مخالفت قرار دارند. شمار بسیاری از آنها که در تمایل و طرفداری طالبان با امارت داشتن از طرف مسئولان پیشین طالبان آزرده گردیدند و این امر باعث کاهش معلومات استخباراتی از فعالیت‌های مخالفان طالبان شده است. جنگ فرسایشی در پنچیر و اندرابها سبب تراکم قوا، استهلاک سرسام‌آور تجهیزات و وسایل نظامی و بلند رفتن تلفات طالبان گردیده که در نتیجه باعث خشن شدن رویه طالبان با مردم بومی و در کل افزایش روحیه مقاومت و انتشار آن به جاهای دیگر گردید. اکثر مقاومتگران متشکل از مجاهدین پیشینند که تجربه جنگیدن در دره‌های دشوارگذر از زمان جهاد را دارند، یا هم نظامیان سابقه و آموزش دیدند که روش‌های نظامی ناتو و حفظ محرمیت عملیاتی و تجربه جنگیدن با طالبان را دارند که با گذشت هر روز سلسله پیوستن این نظامیان به جبهه‌های مقاومت بیشتر می‌شود. نتیجه گیری: بدون تردید قیوم زاکر تلاش دارد برای حفظ و تمویل نیروی جنگی خود منافع تمویل را سراغ نماید و ممکن گرفتن مسئولیت جنگ پنچیر و اندراب را برای جابجایی تمویل و حفظ قوتهای خودی یا قومی خیش گزینه مناسب پنداشته باشد، تا از این طریق ظرفیت‌های جنگی خود را تثبیت نموده و حریف‌های نو ظهور خود را در ساختار طالبان گوشمالی دهد. اما شخص خودش در مورد دستیابی به این موفقیت اطمینان ندارد. از جانب دیگر پس از ناکامی‌های مکرر کارکشته‌ترین فرماندهان طالبان در پنچیر و اندرابها، رهبری و مسئولان رده اول طالبان با حراسی که از قوت قومی و پشتیبانی اقتصادی ملا قیوم زاکر دارند، فکر می‌کنند با مصروف ساختن وی در دره‌های مرگ برای همیشه از شر این فرمانده شرور و بلند پرواز رهایی خواهند یافت و در نهایت با سرنوشتی که ملا بورجان در تنگی ابریشم در سال 1996 روبرو شد، ملا قیوم زاکر نیز مواجه شود. زمان ثابت خواهد ساخت که گرگ باران دیده درنده تر خواهد شد، یا اینکه همچون گوسفند قربانی تحکیم و استقرار سلطه ظلم و استبداد بیگانه ها به نام امارات طالبانی خواهد گردید. مسئولیت محتوای مقاله‌ای که در بخش دیدگاه وبسایت عموم منتشر می شود به دوش نویسندگان آن است. و در پایان، ملا قیوم زاکر روی برگه فیسبوکش با نشر این نکس نگاشته است: نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان در پنچیر این گونه شب را در قلعه‌های بلند هندوکش سپری می کنند تا برای مردم خود امنیت بیاورند، تا مردم را از شر بغاوتگران و مزدوران خارجی ها نجات دهند، تا مردم عزیز پنچیر راحت بتوانند از دست بغاوتگران و دزدان در پنچیر بدون دغدغه زندگی کنند. تشکر از توجهتان.